در نه ماه گذشته خبرهای مربوط به بهار عرب تقریبا بیشتر تحولات دیگر میانه را تحت شعا قرار داده است ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا اکنون میگوید که طی یک سال آینده جهان نباید بگذارد که تمرکزش بر قیامهای مردمی در جهان عرب توجهش را از تهدید ناشی از برنامه هسته ایران برگیرد آقای هیگ علت فوریت یافتن رسیدگی به مسئله هسته ایران را افزایش فعالیت در جهت غنیسازی اورانیوم 20 درصدی و انتقال دستگاه های سانتریفیوژ به مرکز غنیسازی زیرزمینی فوردو توصیف کرد. در وین، آژانس المللی انرژی اتمی ماهاینده گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت برنامه هسته ایران منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود سوء زن جهانی نسبت به ابعاد نظامیان را افزایش دهد. وزیر خارجه بریتانیا گفت که از محتوای این گزارش اطلاعی ندارد اما تاکید کرد که به نظر لندن رفتار ایران با رفتار کشوری که یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال می‌کند سازگاری ندارد آقای هیگ در پاسخ به این سوال که آیا گزارش آژانس به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران منجر خواهد شد گفت اگر سیاست ایران تغییر نکند ما مایلیم که فشار بر آن حکومت افزایش یابد این احتمال هست که این گزارش کمک کند که کشورهای دیگر به این موضوع بیشتر فکر کنند. پیتر جنکنز سفیر سابق بریتانیا در آژانس در گفتگویی با صدای آمریکا در لندن نسبت به احتمال تصویب قدنامه انتقادآمیز از ایران در جلسه آینده آژانس هشدار داد. این احتمال هست که اکثریت اعضای شورای حکام با تصویب قطعنامه ای نسبت به فعالیت ایران در اموری چون تلاش برای ساختن یک کلاهک هسته‌ای و چاشنی انفجاری ابراز نگرانی کرده و خواستار شفافیت بیشتر ایران و پاسخ این کشور به سوالات مطرح شده باشند. وزیر خارجه بریتانیا گفت اتهامات وارده از سوی آمریکا در مورد توطعه ایران برای ترور سفیر عربستان تجدید مذاکرات اتمی شش قدرت بزرگ با ایران را سختتر نخواهد کرد آقای هی گفت اتهامات مربوط به این توطعه جدا از مسئله هسته است اما این اتهامات به جو حاکم و روابط کمک نخواهد کرد به گفته آقای هیگ در این زمینه ما سیاست دو جنبه تلاش برای مذاکره و اجرای تحریم ها و تشدید آنها را دنبال خواهیم کرد